احساس میکنم که یک ایرانی بایستی همیشه پوشاک ایرانی داشته باشه. ما نمیتونیم هم بگیم ایرانی هستیم و در عین حال تمام آداب و رسوم بیگانگان را بر خودمون که تحمیل کردن همینجور اجرا بکنیم و پیگیری بکنیم. چون من ایرانی هستم و به اون افتخار میکنم، پس بایستی تمام نشانه های ایرانیگری رو هم داشته باشم. یکی از نشانه های ایرانیگری و نمای ایرانیگری نام و نام خانوادگی. من نمیتونم نام خانوادگی تازی رو داشته باشم و بگم ایرانی. من ایرانی رو پذیرم، همونطور که نمیتونم بگم من ایرانی هستم و روزی 17 مرتبه به طرف بتکده عرب سجده کنم. اینم قابل قبول نیست. اگر چنانچه میخوام قبول داشته باشم باید آیین ایرانی رو قبول داشته باشم. البته اگر یک چیز قشنگتری از خارج به ما بیاد که ما در داخل ایران نداشته باشیم، ایرادی نداره، میتونیم اونو بپذیریم. ولی وقتی که ما گفتار نیک، پندار نیک، گفتار نیک رو داریم که در هیچ جای دنیا وجود نداره، خب به چه دلیلی اینو بذاریم کنار و بریم دنبال یک جور اندیشه ها و افکاری که ما رو به خشونت و به ستیز و به نامهری و دشمنی و غیرو وادار بکنه و در نتیجه اون همبستگی و مهری رو که در داخل ایران با آیین و افکار و اندیشه ایرانی میتونیم به وجود بیاریم که وجود داشته، اون رو مبدل بکنه به جنگ و ستیز و برادرکشی و نابودی. شما یک نشریه دارین به اسم پیام ما آزادگان. در این نشریه به سختی به آیین تازی میتازین. آیا فکر نمی‌کنین که این خطراتی برای شما داشته باشه؟ زود از کنیم که ما نمیتازیم. مطلقا حقایقی رو که در این دین وجود داره که از دیدها پنهان مانده، ما اینا رو برون میزیم. یعنی اینا ما برون نیاوردیم. آخونده و خمینی به رهبری خمینی آمدن و یک برکه آب صافی رو که ما به ظاهر میدیدیم، اینا آمدن با یک چوبی به هم زدن و اون لجنهای زیر آمد بالا. فهمیدیم برکه پر از آب لجنه. حالا از اون لجنهایی که وجود داره ما اینا رو داریم تشریح میکنیم. ما اصلا بدی بلا نمیگیم، ما داریم میگیم که بابا اگه کسی میخواد فرض بفرمایید مسلمان باشه، باید اسلام رو بشناسه و مسلمان بشه. بسیار از خانم ها هستن که مسلمان هستن و خیلی هم به اسلام اعتقاد دارن، ولی نمیدونن که مثلا در اسلام برای زن هیچ حقی وجود نداره. نمیدونن که در قرآن سوره 4 آیه 222 میگه که مردا برتر از زن ها هستن و اگه زن ها شما اعتقاد میکرده کتکشون بزنید. در کیمیای سعادت امام محمد غزالی، وقتی که مولا تعالی بفرمایین امام محمد غزالی رهبر تازه خیلی پیشرفته آخوندها، میگه اگه چنانچه زنی رو خواستی کتک بزنی، چوبی رو که باید انتخاب بکنی چقدر باشه اندازش، کلوفتیش چقدر باشه، و با هر چوب یک قسمت از بدن بزنی، زیادم نزنی که کبود بشه. این دستور عمل اسلامی یک رهبر شیعه است. اسلام در ایران دفن میشه تا ایرانی آزاد بشه. اسلامی که سیاسی شده، اسلام دین نیست دیگه، داره میکشه. 14 قرن، 14 قرن کارش کشتن ماست به دست خود ماها. توی مملکت ما هر روز میخواد دلخ مو و توفو بر تو ای انسانی که در اون آب و خاک داری نفس میکشی. از برادر مهربانم مهندس امیر شجر سپاسگزارم. درود دارم به سرکار خانم دکتر مرجان عزیزم، خسته نباشی، و از کارگردان برنامه آقای امیر شهرتی سپاسگزارم. همه شما وظیفه دارید که اینا رو پخش کنید، سربازان خردگرایی بشید، پخش کنید، روشن کنید، آگاه کنید. دیدید که موفق بودید در نشر خردگرایی و پخش اون، پس خوابها رو بیدار کنید. با بوسومه بدرود. خدا نگهدار. اهورامزدا، خداوند دانایی و توانایی با شما باد. مهربان یارم. روزی دو که مهلت است، میخور می ناب، که این عمر دو روزه بر نگردد. دریا
دانی که جهان رو به خرابی دارد، تو نیز شب و روز زمی باش خراب. دوستان مهربان، با درود فراوان و مهر بسیار، سیاوش اوستا هستم از پاریس، عروس شهرهای جهان، پژوهشی نوین از سرگذشت حکیم عمر خیام نیشاپوری را پیشکش شما مهربان یاران می کنم. در 28 اردیبهشت ماه 1048 میلادی برابر با 6069 آریایی در محله سپاهان شهر نیشاپور در دامن بانو زهرا فرزندی چشم به جان گشود که همان فرزند سالها بعد چشم جهان و جهانیان را برای همیشه به روی اسرار بسیاری گشود، اسراری از نجوم، ریاضیات، شعر و ادب، جبر، پزشکی و داروسازی. ابراهیم پس از مشورت با همسرش بانو زهرا نام فرزند را کیوان نهاد. ابراهیم در شهر نیشابور یک دکان عطاری داشت و با ستارگان آسمان نیز الفتی داشت. در خانه نیز کتابخانه‌ای بزرگ داشت، کتاب‌های بسیاری که از نیاکان خود به ارث برده بود و کتاب‌های دیگری که خود از روی نسخه‌های اصلی بازنویسی کرده بود و کتاب‌هایی که در دکان عطاری خود با دارو و عطر و چیزهای دیگر. سیاوش فیستا به پا خواست دوباره، فرهنگ 7000 ساله را زنده کرده، با عشق و قلندی تازی را برملا ساخت، به دنیا ایران را زیبا و راست. با کتاب ها و برنامه های فراوان تاریخ ایران را به ما نشان داد، آریایی خون ما جاری در رگ، به دنیا عشق ایران را یاد داد. زنده باد ایران سرزمین ما، پرچم سبز سپید سرخ در هوا، از عشق و ایمان پیش خواهیم رفت، با فرهنگ گذشته به سوی فردا. این سرزمین داستانای بسی با، از تپه های بلند تا دریاها، با هر کتاب سیاوش از دل گفت شرف ایران را در جهان پخش کرد. همیشه با هم به سوی نور، ایران را ببین که زیبا چون بود، هر نسل که آمدیم عشق را یافت، سیاوش راه را به ما پاک نمود. زنده باد ایران سرزمین ما، پرچم سبز سپید سرخ
در هوا، از عشق و ایمان پیش خواهیم رفت، با فرهنگ گذشته به سوی فردا.